من رویا هستم. من قبل از ایمانم به مسیح، چون که توی یه خانواده مذهبی به دنیا آمدم و بزرگ شدم، از یه بستر کاملا مذهبی میام. تو سن 8 سالگی یه معلم داشتم که ایشون همسر شهید بودن و رابطه خوبی با من داشتن، چون که شوهرشون دوست پدرم بودن. بعد با من خیلی رابطه نزدیکی گرفتن و از همونجا به من این رو القا کردن که اگر تو حجابت رعایت نکنی، نماز و روزت رو نگیری، به جهنم خواهی رفت و تو عذاب و توی آتش میسوزی و به خاطر همون باید تو حجاب داشته باشی به طور کامل، نماز بخونی، روزه بگیری و مناسک مذهبی رو اجرا کنی تا اینکه از این آتش به دور باشی. و من از همون سن شروع کردم به نماز خوندن، روزه گرفتن، برای اینکه مورد قبول باشم هم پیش معلمم که خیلی دوستش داشتم اون موقع، و هم تو خانواده هم که خانواده هم مذهبی بودن، میخواستم مورد قبول واقع بشم. به خاطر همون از همون دوران کودکی تمام اعمال مذهبی رو به جا می آوردم. به واقع اون چیزی که کم بود توی اون سالهایی که من اون خدایی رو که فکر میکردم حقیقت درسته میپرستیدم، این بود که من همونطور که گفتم از بچگی خواب نماز میخوندم، ولی من هر آنچه که بر سر سجاده دعا کردم و هر آنچه که راز و نیاز کردم و هر نذری که میکردم و از خدای خودم درخواست میکردم که به من یه پاسخی بده، من دوست داشتم که ارتباط بگیرم و هیچ پاسخی دیده نمیشد و وضع زندگی من و هر آنچه که من میخواستم روز به روز بدتر و بدتر میشد. و اینکه به من گفته بودن که تو اگه نذر کنی، تو این کارو بکنی، اگه نزد خدای خودت گریه کنی، زاری کنی، خدا دلش به رحم میاد و جواب دعاهای تو رو خواهد داد. و من خیلی نزد خدا سر سجاده شبا که میخوابیدم گریه میکردم، ناله میکردم، ماتم میکردم، نوحه‌گری میکردم، برای اینکه بلکه دل خدا به رحم بیاد و جوابی از سمت خدا به من برسه و اون نیاز و حاجتی که دارم برآورده بشه. ولی تو 23 سال تا 23 سالگی، یعنی از 8 سالگی تا 23 سالگی هیچ جوابی من پیدا نکردم و به خاطر همین از یه سنی که بزرگتر شدم یکم این اعمال مذهبی، اون حجاب و اون اعمالی که انجام میدادم از شدتش کاسته شد، ولی همچنان من اون تعصبم رو نسبت به اسلام و نسبت به نماز و روزه و اعمال مذهبی داشتم. اولین بار که با مسیح آشنا شدم، خب توسط خواهر بزرگم سارا بشارت مسیح و نام مسیح توی خونه ما اومد. ایشون توسط دوستشون بشارت داده شد بهشون و واقعاً تغییر رو من در خواهرم، بعد از خواهرم مادرم، بعد از مادرم پدرم که شهادت عظیمی دارن، الان نزد خداوند خوابیدن، ولی واقعاً توی اون 7 سال زندگیشون، توی اون 7 سالی که ایمان آوردن، من تجربه کردم که محبت پدرانه یعنی چی. تا قبل از اون واقعا من نمیدونستم که محبت پدرانه، آغوش پدر چی هست. روزی که من به عیسی مسیح ایمان آوردم و زانوام خم شد رو نمیشه فراموش کرد، به خاطر اینکه زندگی من به 2 قسمت تقسیم میشه، قبل از ایمان آوردنم و بعد از ایمان آوردنم. خب من اثر مقاومت و اثر اینکه میخواستم مقابله کنم با پیغام بشارت عیسی مسیح، هر موقع که توی خونمون جلسه پرستشی بود، دعا بود و یا جمعی بودش که همه جمع می شدن واسه پرستش، من از خونه می رفتم بیرون
بعد از اینکه خواهرم به مشهد رفت، من تا حالا مشهد نرفته بودم و تا اون موقع هم زیارت نرفته بودم به مشهد. وقتی خواهرم به مشهد رفتش برای خدمت، یه روز اثر دلتنگی خواهرم و اینکه شنیده بودم که هر کسی که برای اولین بار به زیارت مشهد بره، هر آنچه که هر خواسته‌ای که داشته باشه برآورده میشه، و بیشتر به خاطر این دلیل زنگ زدم خونه خواهرم، بهش گفتم که اگر من بیام خونه شما، آیا شما من رو به زیارت رضا میبرید یا نه. من به راهی مشهد شدم. وقتی به مشهد رفتم، یک جلسه کلیسایی داشت که ایماندارهایی بودن از تهران، از مشهد جمع شده بودن اونجا برای دعا، برای پرسش، برای تعلیم. و من از این ناراحت بودم که چرا ناخواسته توی این جمع هستم، چون که همیشه فرار میکردم. روزی که جلسه پرستشی بود، من رفتم ته راه رو و توی اتاق دیگه نشستم که توی اون جمع نباشم. بعد اون جمع شروع کردم به پرستش و دعا کردن. من توی اتاق همونجا وقتی که سارا و مهموناشون شروع به پرستش کردن، من قلبم لمس شد، قلبم نرم شد. اصلا از توی اتاق اومدم بیرون و خودم نفهمیدم که چطوری وسط پذیراییم و بین مهمونا. و اونجا یه برادری بودش که وقتی دیدن که من دارم گریه میکنم و وسط پذیرایی نشستم، به من گفتن که دخترم میشه براتون دعا کنم؟ گفتم بله. شروع کردم به دعا کردم و با این مضمون دعا کردن که خدا گریه های شبانه تو رو دیده و میخواد هر اشکی رو از صورت تو پاک کنه. و من تا اون لحظه هیچ کس نمیدونست که من هر شب به خاطر اون نیازها و حاجتهایی که داشتم نزد خدا دعا میکنم، گریه میکنم و درخواستامو با گریه به خدا میگم. و اون برادر اونجا به من گفتش که خدا گریه های تو رو دیده و هر اشکی رو میخواد پاک کنه از صورت تو، که بعد من فهمیدم طبق مکاشفه 21:4 این برادر برای من دعا کرد که خدا هر ناله و ماتمی رو از قوم خودش بر میداره. و بعد از اینکه من کلامو مطالعه کردم، متوجه شدم که اونجا چطور خدا خودشو به من شناسوند و اونجا زانوهای من خم شد و اعتراف کردم که عیسی مسیح خداونده و خدای زنده و حقیقیه که صدای منو میشنوه. بعد از گذشت ده‌ها سال که من منتظر بودم که از خدا یک پیغامی بشنوم، یک جوابی بشنوم، اون روز عیسی مسیح به من این پیغامو داد که من تو رو میبینم، من تو رو میشنوم و گریه های تو رو تبدیل به شادی میکنم، ماتم تو رو، غم تو رو تبدیل به شادی میکنم. و همونجا توبه کردم و از تمام گناهانم دست کشیدم، از هر چیزی که گناهالود بود توی زندگیم قطع ارتباط کردم و اونجا به عیسی مسیح ایمان آوردم. واقعا زندگیم عوض شد از اون لحظه. خب عیسی مسیح به طور شخصی و به طور اختصاصی با هر کسی به یه صورتی کار میکنه. توی زندگی من به این صورت بود که من واقعا رویای قبل از ایمان با رویای بعد از ایمان، تفاوت عمده‌ای که داشتم این بود که من قبل از ایمانم هیچ ترسی از هیچ چیزی نداشتم و این رو شجاعت میدونستم به عنوان یک دختر، چون به غلط اصلا تعریف شجاعت رو به غلط برای خودم تعریف کرده بودم. ولی وقتی که با عیسی مسیح آشنا شدم، خداوند یک ترسی رو در من قرار داد که واقعا اون ترس همون ترسیه که در کلام خدا میگه، میگه که ترس خدا آغاز حکمته، توی امثال میگه. اون ترس مقدس در من باعث شدش که من از خدا به خدا احترام بذارم و از تمام اون خطرهایی که قبلا میکردم دوری کنم و تبدیل بشم به یک آدمی که به یک دختری که واقعا خداوند میخواد و نه اون چیزی که من قبل از ایمانم داشتم، یعنی بدون هیچ خط قرمزی، بدون اینکه اصلا فکر بکنم روی کاری که میخوام انجام بدم. متوجه شدم و اعتقادم بر اینه که خداوند نقشه‌ای برای من داشته و اون روز خداوند عملاً من رو از مرگ به زندگی آورد. و وقتی که ایمان آوردم، خدای زنده واقعاً من رو از مرگ به زندگی، از موت به حیات
از تاریکی به روشنایی انتقال داده.